محسنین عزیز، السلام علیکم. در این بخش پروگرام ما یک مضمون جدید با شما و معرفی میگیرم که او عبارت است سلسله ها یا سریس هاست. این سریس ها یا سلسله ها یکی از موضوعات مهم ریاضی یا مضمون مهم ریاضی است که زمینه با معادلات تفاضلی در سمستر سه برای محصلین انجینیری تدریس میشه و این سریس ها یکی از مضامین مهم برای کامپیوتر ساینس نیز است، به خاطر از اینکه مانند امیج پروسسینگ در کامپیوتر ساینس از فرمول های دی از بخش های ریاضی دی برای کانورترها یا تصویرها و کار برده میشه، به این خاطر ما میخواییم که سریس ها را به شکل کامل، چی سریس های عددی هستند یا سلسله های عددی هستند، سلسله های تابعی هستند و سلسله های فوری هستند، همه را براتان ویدیو بسازم. در مجموع تمام مشکلاتی را که محصلین در این راستا داره میخواییم که با استفاده از ویدیوها بتانن مشکلات خود حل کنن. اول آغاز میکنم سلسله های عددی. در حقیقت این سلسله های عددی را من یک بار تعریف میکنم. فرض میکنم که یک ترادف داشته باشیم که قبلا این ترادف معرفی شده، یک، ای دو، ای سه، نقطه نقطه، بالاخره ای ان. اگر این ترادف به شکل حاصل جمع در بیایه، یعنی ای یک جمع ای دو جمع ای سه جمع نقطه نقطه جمع ای ان، اینی را به شکل مختصر به این شکل می نویسن، مساوی میشه به سکمای این ما مساوی از یک تا به این ای ان، که در حقیقت اینی یک سریس یا سیک سلسله را ارائه میکنن. و این سلسله های عددی البته وقتی که تالای تنهایی ادامه پیدا میکنن یا متقارب هستن یا متباید هستن، که ما برای شما باید اشاره کنم که در صورتی که حاصل قسمی این سلسله ها موجود باشه و لیمتش هم مساوی و در صورتی که به طرف لایتنایی انتقرب کنه، در اون صورت مساوی به عدد ثابت شوه، این سریس ها متقارب هستند. و قابل یادآوری میدانم که در این سریس ها شما میدانیم که این اعداد نچرل است، یعنی دومین همیشه اعداد طبیعی است. اینا زمان متقارب هستند. متقارب از اینا را تعریف میکنم، میگم چه وقت متقارب است این سلسله ها، که اگر ما حاصل جمع قسمی از اینا را دریافت بکنیم، بگویم اس یک ما ای یک باشه، اس دوی ما ای یک جمع ای دو باشه، اس سه ما مساوی با ای یک جمع ای دو جمع ای سه باشه، و بالاخره اس ان ما مساوی با ای یک جمع ای دو جمع ای سه جمع نقطه نقطه جمع ای ان اگر باشه. زمان ای سلسله اینمی سریس زمان متقارب است که لیمت آی ام آی تی ان به طرف لایتنایی تقرب کنه، از این اس ان مساوی به یک عدد ثابت شوه. این عدد ثابت ما اگر خلاف لایتنایی بود، اینی سلسله ما چه گفته میشه؟ متقارب گفته میشه. در صورتی که لیمت حاصل جمع قسمی سلسله ها مساوی به یک عدد ثابت شود، در اون صورت این سلسله را میگوییم که متقارب است. در غیر از این سلسله متباید است. و ما دو نوع سلسله بسیار مشهور هم به شما معرفی میکنم که اونا کدام هستند. یکی سلسله های حسابی هستند و دیگه هم سلسله های هندسی.
فرض میکنم که سلسله سلسله حسابی باشه. اگر سلسله حسابی باشه، در صورتی که این سلسله سلسله حسابی باشه، حسابی، در این صورت ما میفهمیم که ای1 مشخص است و ان هم در اینجا داریم. در این صورت باید تفاضل مشترک عبارت از ای2 منفی ای1 ای ثابت باشه، دی باشه، یعنی ای3 منفی ای2 مساوی نقطه نقطه ای حالت داشته باشه، که بالاخره اگر من اینجا نوشته کنم مساوی به ان منفی ان منفی 1، اگر چنین باشه یعنی این سلسله چی است؟ سلسله حسابی است. در این حالت من میتونم این حاصل جمع دریافت کنم که اینمی حاصل جمع ان مساوی به 1 تا به لایتنایی، ببخشیم تا به ان، تا به ان مساوی میشه با ان بر 2 ضرب در 2 ای1 مثبت ان منفی 1 ضرب در دی. یعنی این سلسله اینی حاصل جمع به این شکل میتونه محاسبه شود که با زمانی که اینی لیمت اینی حاصل جمع که عبارت است، فرض میکنیم که اس ان باشه، با زمانی که این لیمت اس ان مساوی به یک عدد ثابت شد، در صورت این سلسله حسابی متقارب گفته میشه. یعنی زمان متقارب است که لیمتش مساوی به عدد ثابت شود. لیمت اس ان، اگر لیمت اس ان مساوی به اس شد، ان به طرف لایتنایی، در صورت امی سلسله حسابی متقارب است. باز اگر فرض کنیم که این سلسله هندسی باشه، یعنی فرض میکنیم که سلسله هندسی باشه به این معنا که در حقیقت نسبت مشترک اگر من نشان بتم به کیو، یعنی کیوی ما ای2 بر ای1 یا ای2 بر ای1 ای2 بر ای1 مساوی باشد به ای3 بر ای2، مساوی باشد نقطه نقطه مساوی باشد ان بر ان منفی 1، در صورتی که ثابت باشد با سلسله هندسی توسط اینی فرمول جمع میشه. اس ان مساوی میشه به سگما ان ما مساوی از 1 تا به ان، ان ای جمع میشه در حقیقت مساوی می شود به ای1 ضرب 1 منفی کیو و تاوان ان بر 1 منفی کیو، توسط این فرمول ای جمع می شود. باز هم در صورتی که لیمتش یعنی ان به طرف لایتنایی بره، از امی اس ان مساوی یک عدد ثابت خلاف لایتنایی شود که ای جمع خلاف لایتنایی است، در او صورت امی سلسله هندسی متقارب گفته میشه. و در صورتی که با لایتنایی شد، این سلسله هندسی متباعد گفته میشه. و در یک حالت خاص زمانی که قیمت کیو، ببینین در صورتی که در سلسله هندسی، زمانی که در سلسله هندسی این کیو که نسبت مشترک است اگر کوچک از 1 باشد، باز در او صورت در حقیقت اینمی لیمت اس ان، لیمت اس ان که به طرف لایتنایی تقرب کنه، این مساوی می شود به ای1 بر 1 منفی کیو که در او صورت متقارب نیز است. در این حالت و ما چند دانه مثال کار میکنم، چرا راجع به سلسله های حسابی و هندسی اگر معلومات زیاد میخواین با شما در اساسات ریاضی مراجعه بکنین، در اوجه به صورت مفصل راجع به اینا تشریح شده. من چند دانه مثال کار میکنم. مثلا فرض میکنم که ما میخواییم بگویم که آیا، ببینین یا ایتو بگویم که نشان دهید که سلسله اینی سلسله دو ان منفی 1 ان ما مساوی از 1 تا به لایتنایی، سلسله اینی چیز متقارب است یا متباعد.
متقارب یا متباعد است؟ سوالی است، نشان بده که آیا متقارب است یا متباعد، کدامش است؟ برای اینکه این ما متقارب بودن و متباعد بودن شما تو اول خواهی دیم که شاف میتون شما میفهمین که این سلسله دو این منفی یک که این ما مساوی از یک تا و لای تنویست این مناره داره. اگر این یک بتون میشه یک، دو یک دو منفی یک یک جمع. اگر این دو بتون دالای تنوی دو، چهار منفی یک سه، اگر سه بتون پنج جمع. به همی قسم جمع، حد آخرشم میفهمم دو این منفی یک بالاخره جمع. اتو ادامه داره و شما اینی سلسله را کاملا میفهمین که حسابی است. چرا حسابی است؟ به خاطر دیگه دی مساوی سه منفی یک دو، پنج منفی سه دو، به همین قسم تا آخر کلش دو است. سلسله حسابی است، ای یکشم معلوم است، یک است. پس من این میتونم تا این حد جمع کنم، تا این حد یعنی میتونم که جمعش کنم که اس این مساوی میشه با توسط اینی فرمول این بر دو ضربه دو ای یک، بیشتر گفتم دو ضربه ای یک، دو یک دو مثبت، یعنی فرمول اگر نوشته کنم دو ای یک مثبت این منفی یک ضرب در دی، قیمت هایش که بانم اینجا میشه اس این مساوی میشه این بر دو ضرب در دو ای یک، دو یک دو مثبت، دی هم دو است، دو ضرب این میشه دو این، منفی یک ضرب دو منفی دو، اینی با اینی خلاص میشه مساوی میشه دو با دو خلاص میشه، پس نتیجه میشه که اس این مساوی میشه این مربع. حالا برای از این که ما متقارب بودن یا متباعد بودن را پیدا کنم باید از این لیمت بگیرم، لیمت این به طرف لایتنایی از چی؟ از اس این، لیمت این به طرف لایتنایی از این مربع. کل ما میفهمیم که مساوی به لایتنایی است، مساوی به عدد نیست، پس در نتیجه میدونم که اینی سلسله متباعد است. سلسله این دو این منفی یک این مساوی از یک تا و لایتنایی متباعد است. اینی جواب بالاخره چه میشه؟ حاصل میشه، متقارب نیست. به همین شکل من یک سلسله دیگر هم برای شما کار میکنم که خوب سر موضوع وارد شویم. مثال من میخوایم که نشان بدم که دوی بر سه جمع یک بر سه جمع یک بر شش جمع یک بر دوازده جمع نقطه نقطه، آیا این سلسله متقارب است یا متباعد؟ خب من این رو میفهمم که اگه ایتو نوشتش کنم دوی بر سه جمع این رو نشته کنم یک بر سه ضرب یک، این رو نشته کنم یک بر سه ضرب دو، این رو نشته کنم یک بر سه ضرب دو مربع جمع نقطه نقطه جمع نقطه نقطه، یعنی ما میتونم آلی ایر ایتو نشته کنم مساوی دوی بر سه، دوی بر سه یک بر سه را در تمامش مشترک بگیرم جمع یک بر سه، یعنی ضربه ضربه چی؟ یک یک بر یک جمع یک بر دو جمع یک بر دو مربع جمع نقطه نقطه به این شکل، و ایر مساوی نوشته کنم مساوی نوشته کنم دوی بر سه جمع یک بر سه سلسله ایتو نشتش کنم، اینه شما میفهمین که یک بر دو و تاوان این منفی یک است، این ما مساوی از یک تا به لایتنایی، اینی حالت داره. اگر دقت کنین اگر این ما یک شود دو و تاوان صفر یک میشه، اگر این ما دو شود دو به تاوان یک دو منفی یک یک دو به تاوان یک یک بر دو میشه، اگر دوی ما سه شود از سه که یک بر دو یک بر دو مربع، بالاخره سلسله اینی حالت دارا هست. و ما در حقیقت اینی سلسله را میخوایم که بررسی کنم، و این سلسله را اگر ما
فرض میکنم اس ان بگویم در حقیقت اینمی حاصل جمع قسمی زیر باید حاصل جمع زیر پیدا کنم تا و ان و بعد از او با از این لیمت بگیرم به این که سلسله را اگر من انکشاف بتم شما میفهمین که سلسله این سلسله که عبارت است ان ما مساوی از یک تا به ان اگر بگیرم مساوی میشه که بر دو و تاوان ان منفی یک این مساوی میشه به یک بر یک جمع یک بر دو جمع یک بر چهار جمع نقطه نقطه یک تصاعد چی است؟ تصاعد هندسی است و خاطره که کیوی ما یک بر دو است ببینید کیو یک بر دو است یک بر دوی بر یک یک بر دو یک بر چهار بر یک بر دو یک بر دو به همین رقم کیو ثابت است یک بر دو است از جانب دیگه اینمی کیو کیوی ما قیمت ملقش همی لحظه ما قبلا گفته بودیم که قیمت ملق باید چه باشه اگر کوچک است یک بی باشه باز اینی سلسله متقارب است حاصل جمعش هم توسط اینی فرمول پیدا میشه که اس مساوی میشه یک بر یک منفی کیو یعنی توسط این فرمول حاصل جمعش پیدا میشه و اینی سن است یا حاصل جمع مشخص است مساوی میشه ای یک ما چند است یک بر یک منفی کیو کیو ما چند است یک بر دو جواب ما میبره چند دو پس در حقیقت سن ما چند است دو است یعنی مساوی میشه یعنی مساوی میشه دوی بر سه جمع یک بر سه این در حقیقت لیمتش اینی لیمت یعنی لیمت اس ان مساوی شده به دو زمانی که این به طرف لایتنایی تقرب کنه بنابراین این در حقیقت مساوی به چند میشه یک بر سه ضرب دو میشه که اگر من این را محاسبه کنم دوی بر سه جمع دوی بر سه مساوی میشه چهار بر سه پس میگویم که این سلسله متقارب است به خاطر از این که لیمت حاصل جمعش مساوی از بچند و دو یعنی لیمت حاصل جمع مکمل مشخص است معین است که وارد از چهار بر سه است و محصلین عزیز این لکچر خود لکچر یک بود که در لکچر یک آغاز کردم و شما با لکچر دوره تقلیب کنید تشکر